بنام خداوند مهربان و بخشنده. السلام علیکم بیننده عزیز تلویزیون جهانی آریانا، باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم نمودن یکی از دیگر برنامه هندار. این بار در ولسوالی زیبای سیدخیل هستیم و از اینجا برنامه را خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. بشینین. بسیار زیاد تشکر، ماشاءالله تمامتان جمع شدین و واقعا یک برنامه بسیار زیبا خواهد داشتیم. تمام تان خوش آمدید میگم و دوست عزیز، قسمی که بر شما معلوم است ما در ولسوالی زیبای سیدخیل هستیم. در ابتدا از شما میپرسیم که در سیدخیل، چون ما برنامه داشتیم در ولایت باستانی پروان، آل هم در ولسوالی زیبایی که واقعا نامدار است و با فرهنگ زیبایی که داره، خود از فرهنگش از شما بشنویم که سیدخیل چی نوع یک ولسوالی است و چه خصوصیات؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول در قدم نخست تشریف آوری شما را با ولسوالی سیدخیل و در جمع سیدخیلی عزیز ما خوش آمدید میگیم. زنده باشین. تشکر. و در قدم دوم ولسوالی سیدخیل یکی از ولسوالی های نوگانی ولایت پروان به شمار میره که در قسمت شرقی ولایت پروان قرار داره. بله. و نگفته نمانه که شمالا متصل است به ولسوالی جبل سراج و شرقا هم در قسمت دریا پنجشیر ولایت کاپیسا قرار داره. بله. و از طرف غرب که شما خودتان میبینین که دریای غوربند است و قسما به خود مرکز ولایت وصل است. و از قسمت جنوب هم در قسمت تقاطع، یعنی در بین دو دریای غوربند و دریای سالنگ، این با سیاد وصل است. از قدیم الهیام مردم سیدخیل ما مانند سایر مردم های ای ولسوالی یک فرهنگ کلتور خاص خود اینا داشتن دارن. بله. از جمله میم سر مسئله خواستگاری ها. خواستگاری ها قسمی هست که در ولسوالی سیدخیل وقتی که یک فامیل از امی بچه میرن خواستگاری پیش از این کنا برون، اول با اونا اما تو را دورکی دیگه دورکی از طریق اما تو دوستای نزدیکشان یک تفاهم میکنن که میگن برادر نمی امی دختر خوشم آمده، میخوایم که میره ما بر امی بچه خود ما خواستگاری بکنیم. یعنی تو استرا پرسان میکنه که فلانی ها پشت دخترتان خواستگاری میان، میخوان با شما یک خیشی بکنن، دوستی بکنن. رضایت دارین یعنی؟ بله، رضایت دارین یعنی. از وقتی که فامیل دختر دیگه اینطور نه که بدون نزدیک که میگه که یک اسلام مدار میگه که آبان آلیده موزر اطفای بکشیم. خوب دقیق مطالعه خدا درباره فامیل بچه که اینا چه قسم مردم هستن، قومشان چه قسم است، خودی بچه چه قسم است، چطور از قبیل گپا باز اینا میگن که مشکلی نداریم بیاین. باز در قدم اول چند نفر سیاسرا که شامل مادر داماد میشه دیگه، تبندگار داماد میگه برده داماد و مادرش و خالش و عمیش و خانم کاکایش نمیاد، یک کمه تو از امون سیاسرا رسیده دیگه. باز اینا وقتی که میرن یک چای میخوریم، باز اینجا اصطلاح سمیه که ببرن خود، چون دفعه اول چیز گفتن نمیتونه، میگه که خوش آمدین بخیر، میگه که ما باز میم. او در گوش از یا میزنه که ما باز میم، متوجه باشه ما به خاطر دوستی آمدیم. خب باز یعنی میگه اگه اصطلاح بله باز ما باز میم، و باید یک اشاره است که ما باز میم. باز اینا که چه میگه سر چشم دیدیم ما هزار دفعه بین قربان پایتان، قربان قدمایتان، سبکتان شام بیا. یعنی یک جواب مثبت از بیا قربان هر وقت بیاین قدمتان بالا دیده بیا. باز اینا علاقمند میشن دمی بار دوم با خود به نام برگ سبز توفی درویش یک چیزه که بسیار کم شامل شیرنی باب باشه دیگه چیز نیه. بله. اینا با خود میبرن، زمانی که فامیل دختر اینا میگیرن، باز بر دوندگا اینجا یک امیدواری پیدا میشه که انشالله که کار ما بخیر سر میگیره بخیر. بله. خب باز گاش دوم تکلاره میکاره باز در گاش سوم باز میگه که دانمار شیر نمیسازی. باز بعدن فامیل دختر امرای پدرش و کاکایش و مامایش و بزرگا و مردا یک مشوره میکنن، بیادر اینی مردم چند بار است که خانه ما از طریق سیاسرا آمدین دیگه، شما چی میگین؟ اما اگه رضایت دادن باز سیاسرا میگن که خوارای گلم.
صدقی تان شما شما دیگر آل گپ از ما خلاص است. اینجا سید خیلی های ما هستن، اگر میشه که ما کدام اشتباه کدام باز میتونم مرا نقل بتن قدم هایتان بالا دیدد. اگر گپ از ما خلاص است، ما موافق هستیم، شما هم خوب مردم هستیم، ما هم خوب مردم هستیم، شما هم فامیل نجیب هستیم، ما هم فامیل نجیب هستیم. با او خاطر چی میشه کمی چند نفر مردایتان این پیش زمین مردای ما روان بکنین؟ بله بله. اگر شما در جریان باشید، قبلا هم سیاسرهای ما آمده بودن، دیگه از اینکه شما ما را قبول کردین، ما هم آمدیم که امی موضوع ما را بخیر رسمی بسازیم. خب واسه اینا میگن که معاملات تمام میشه بخیر، میگه بیادر گپ وقتی که سیاسرها گپشان تمام است، از ما گپ ما تمام است، بین بخیر و شیر نیمتانو بگیرین. باز آیسته 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 می رفت آمداد ادامه پیدا میکنه تا بالاخره چیز میشه، زمینی آروسی مساعد میشه از قبیلی گپا. تشکر. دوست عزیز، ما که وقت در ولسوالی زیبای سیدخیل آمدم و دیدم جوانای عزیزم معمولا اتفنگا در پشتشو میگردن، به خاطر چی هست اتفنگ؟ برادر محترم، این اتفنگا بس شکار هست. شما یا تمام این بچه خیلایی که من میبینم ماشاءالله شکارچیستن. آله خود زمان سابق بود برادر محترم، زمان سابق دینمی کلی نمی قریا دو تا سه تا تفنگ بود. سه تا تفنگ بود دای بیادی خود ما بسیار جواب میبود، پنج تا در قریا میبود تفنگ. همون کسایی که مشهور بودن و شناختار باز و یک تفنگ میبودن. تقریبا از سال 60 به ایسو فهمم این تفنگ در شانه ما بوده. بله بله. اینمی حالا معیوب آمه هستم، اینمی حالا ما علاقه اینمی تفنگ ما دارم همیش. اینمی مردم رسم رواش شما متوجه هست، این دور برای می بیده که نورا را سعی گونه پرو کنید. کل این مردم حالا شکر الحمدلله شکر در خانه و هفت و هشت تفنگ هست. ما که پدر یک بچه هستم، هزمه یاد میگره اوی شکارم، اونو میراسی به این مردم مونده. پدرهای مویده نمیگم کلش اینمی کارشان بوده، اینمی شکار بوده، اینمی گپ سخت دایم، اینمی تمام میله اینمی مردم ما و شما از ما مردم کسی نمیگسته. خب ما اگر کت خودت شاگرد شام در چند روز شکار یاد پاگرفتم صاحبم، فقط امروزه بخیر یاد میگیری دیگه گپی نزم. بسیار خوب است، بسیار خوب است. چالا که ما خو دایی بخی بدون گپ سخن از دیگه. خو این اتفاق بسیار تاریخی هم معلوم میشه، من فکر میکنم که بسیار قدامت تاریخی زیاد داره، بسیار قدیم تاریخی داره دیگه، شاید از اینی های دیگه پیدا نشه، بسیار که کمی پیدا میشه، یعنی کم پیدا میشه و خوب شکار هم میشه. خوب شکار هم میشه. چی شکار میکنین دیگه؟ والا صاحب عدم دوری که ما خودم چیستم قطان میگوین، کلنگ است، وقار است، زاغاوی میگوین، قاز است، مرغاوی، چند قسم هست صاحب، چند قسم هست، مرغاوی سونه است، ویرگ است، علپک است، این صاحب بینمی چروکه است، دیگه چپ نول میگه. در این وضا کدام مرغا را میایه و کدام شکار زیاد است؟ اینمی وقتی که موجود شد، اینمی مای وود شد صاحب، تمام اینمی شکارا اینمی تو میخیده، چون که نسبت به مری سفیدای ما سابق میگفت هوا که گرم میشه دمی سمتای پوانگ دمی بحرا میباشه، گرم میشه جان از یا خارش تگ میکنه چی می با سربالا، کل اینمی شکارا صاحب سربالا میشه، تمام این شکارا اینمی واد سال کلش پیدا میشه. باز یک شام نمیمونین کل صاحب شما شکار میکنید؟ والا وود قسمت تقدیر است دیگه. حالا صاحب یک تا که 20 کمان بالا میشه در نصف آسمان، سابق دیجا میخوان کسی نمیزد صاحب، چون که پنج تا تفنگ بود. آره صاحب، هفت تا تفنگ تنها در خانه ما است، مثلا دو تا تفنگ چهار دمی هر خانه یا شکر سه تا چهار تا تفنگ. بله نباشه، معمولا ما یگان شکار چی را دیدیم که در هوا شکار میکنن. آه صاحب، صاحب شما هوایی شکار کردین؟ بله، همین بچه های ما هر کدام میشه که بگویم دانه تصبیر که بالا پرتن میزنن صاحب، واجد شکار نیست کلان، از این دانه تصبیر که پرتن میزنن شکر نمی بچه جوان های ما. بسیار خوب. قبل از همه شما را به ولسوالی زیبای سیدخیل خوش آمدید میگویم و یک سلام تقدیم بیننده های محترم چی در داخل است و چی در خارج تقدیم میدارم. ما در باره نور ششتیم، منتظر هستیم که شکار بیا و چی زمینی باشه، چی هوایی ما آماده هستیم شکار کنیم. خود مرغاوی، مرغاوی است و پرنده زیاد است. بله نه، ای خو شکار به خود روز داره، گیریش میشه یا قواده میگیره یا باران،
باز ما شو میایم، شوایی که میفهمیم خود ما کدام شو شکار است، میایم چه منتظر شکار هستیم. باز وقتی که هفته بار اومد میریم، معلوم میشه چیزی رسید. آماده آماده. والا فایر کردیم نشد، خطا رفت نشانه ما. آه بلند شکار باز پلان از دیگهش بیاد دیگهش میزنیم. آه بسیار بلند بود، آه تفنگا نشد، فایر نکردیم. منتظر دیگهش میشید. شما بنده برنامه هندار از شبکه جهانی آریانا هستید. دوست عزیز در ولسوالی زیبای سیدخیل هستیم، جایی که واقعا ما لذت میبرم از این برنامه. با امیدی که تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. و حالا از کاکا میپرسیم که در اینجا از کشاورزی اگر کسی در زمین ها کار میکنن کدام حاصلات میگیرن از زمین کاکا؟ از زمین گندم، جواری، بله، لوبیا، ماش. بسیار خوب. دیگر سبزی کاری میکنن. دیگر این زراعتشون هست. گال، ماش. خود چند سال هستی کاکا؟ من یکان 96 هستم. بسیار خوب. ماشالله. حال هم گوشایت خوب صحیح میشنوه. میشنوه. اگر همی در تاریخ ما باید قابل هستم کمی پاچه هایی که تیر شدین از زمان امان الله با بادش. بشک. کلش در یادم هست. بسیار خوب، بسیار خوب. خوب، و از جوانی تان قصه کنین شما در وقتا حتما؟ در وقتا خو هیچ چیزی نبود. گشنگی بود، وطن حاصلات نداشت، باش نبود، پیسه نبود. اینمی کسی که زمین داشت. اونو به زمین اکسی خروار گندم میوردار. گندم قیمتش چقدر بود؟ سیر 5000 روپا. جواری 7 روپا. بله. گال 5 روپا. از اینمی آشه، از اینمی حاصلات این فامیل دانفری در تا دیگه سال آشه باطن میکنم. امون صحبت های سابقه داشتن، واقعا ما مستفید شدیم. و دوست عزیز، حال هم وقتی رسیده که یک آهنگ محلی زیبا را با هم تماشا کنیم. آهنگی که واقعا از آهنگای فولکلور و دیدنی محلی و وطنی ما بسیار لذت میبرم و شما هم بسیار زیاد دوست دارید. با هم تماشا میکنیم و باز آهنگ، ما در خدمت شما عزیزان هستیم در ولسوالی زیبای سیدخیل.
سنگای میدان چی کنیم؟ یک طرف کنیم که اگر افتادیم جای مالگار نشه باز بدن. بازی چی است؟ بازی قرصه است. خب برید بده بین. بده بین، بره. ایش گله؟ گله. گل گل باقصه نگلی سنگ. سنگ پراشته. قسمی که شما در تصویر ببینه یکی از بازی‌هایی که طفلای ما بسیار علاقه‌مندش هستند، بخصوص در این وقت سال در ماه‌های اوت این بازی را میکنن. بازی قرصه است. قسمی از این بازی که دو تیم جور میشه، دو نفر از کلان یا که نسبتاً بین طفلا کلانتر است یا یک طرف میر میشن و دو نفر طفلای دیگه بین خودشان رواج است که میگن بده میاییم. اینا باز یکی بین خود نام خود سنگ میمانه، یکی کلاخ میمانه، یکی چوب، یکی هر قسم سر خود نام میمانن. میان پیش دو نفری که میر است. قسمی که ما و شما قبلا مشاهده کردیم که این دو نفر میان پرسان میکنن شما سنگ میگیرین یا کلاخ. باز یکی از این دو نفر یا سنگ یا کلوخ صدا میکنه و کسی که نام خود کلوخ مانده پیش خودشان شفر از طرف و یکیش میر میره و یکی طرف میر دومی میره. این قسم ادامه میتن تا وقتی که به متعداد نفری که یا میباشن تکمیل میشه. بعد از او درخت یا سنگ یک چیز را یا قسم نشانی به نام پته میگوین. پته میمانن این دو تیم یک دو طرف با هم استاد میشن. از بین طفلا یکی را به قسمی که بین یا رواج رایج از باید بگویم که گوساله می نامند. این گوساله وظیفه‌اش چی است که از تیم مقابل باید در پته از یا خود برسانه. اگر این در پته خود رسان یا یک نمره حاصل می کنند. اگر که در تا پته رسیده را زده شوه نمره نمی گیرند، یک نمره به تیم مخالف داده می شه. همین قسم به تعداد نفری که تیم است ادامه پیدا میکنن و یک تارگت یا پین یا شش یا ده نمبری که یا در اول همین مسابقهشان میمانن باید هم یکی از تیم‌ها هم تارگت برسانن. هر تیمی که در تارگت رسید هم برنده اعلان میشه و بازیشان در اون قسمت خادمه پیدا میکنن. ما تا جایی شدیم اون پتر را میگه جر کنیم. همونطور است. ها میگن که پتر را که جر کنیم وقتی که رسیدن اون همون که دست شد. اگر درخت از درخت همی گوساله زد یا در سنگی که مانده شده سر سنگ رسیدن باز میگن ما جر کردم. اون که جر کرد یک نمره باز برای تیمش حاصل میکنه. دوست عزیز شما بیننده برنامه هندار از شبکه جهانی آریانا هستید. دوست عزیز و آل هم رابطه بر جامعه مدنی و جوانان که امروز فعالیت دارند در ولسوالی زیبای سیدخیل از جوان بسیار با استعدادی که با ما هستند میپرسیم. شما را خوش آمدید میگم. چی فعالیت ها داره جوان های امروز؟ تشکر. به نام خداوند پروردگار در ابتدا تشریفواری شما را بر مرکز مهد فرهنگ ها مرکز جهاد و مقاومت افغانستان همان ولسوالی سیدخیل استان پران خوش آمدید میگیم. زنده باشین. تشکر. بعدا در ابتدا فعالیت جوانان و شبکه جامعه مدنی باید گفت که شبکه جامعه مدنی زمانی که بعد سال 1381 حکومت انتقالی یعنی حکومت موقت شکل گرفت بعد از آن شبکه جامعه مدنی در افغانستان فعالیت خود آغاز نموده که در این مدت پروان هم از یک ولایتایی بوده که عادی از این فعالیت ها نبوده. بله. فعالیت های خود آغاز نموده و در این زمان هم ولسوالی سیدخیل یکی از ولسوالی هایی بوده که با عضویت یعنی فعالیت شبکه جامعه مدنی در اینجا آغاز شد که می دانیم که در این زمان هم بسیاری از جوانان این ولسوالی
در شبکه جامعه مدنی فعالیت داشته که من هم به یاد دارم که زمانی که متعلم بودم شاید صنف 9 صنف 8 بوده باشم بله. من هم عضویت شبکه را داشتم که فعلا هم داریم فعالیت های خود آغاز نمودیم که فعلا هم خوشبختانه ما در یک سه ماه پیشتر فدراسیون ملی جوانان ولسوالی سیدخیل که من هم مسئول فدراسیون هستم افتتاح نمودیم که فعالیت های چشمگیری ما داریم که در این مدت ما تانستیم دمی کورس های زمستانی را از طریق فدراسیون ملی جوانان سیدخیل به خاطر جوانان و نوجوانان رشد استعدادهای اینا در نقاط مختلف ولسوالی سیدخیل را اندازی بکنیم بلد. تا باشد که این جوانان ولسوالی بیشتر رشد نمند و در این ولسوالی یعنی ولسوالی سیدخیل بسیاری از جوانان هستند که با ما همکار هستند که ما خوشبختانه که یکی از جوانان را با خود همیه داریم که مختار احمد هم یکی از جوانانی است که واقعا فعالیت شمگیر داره با ما همکار بوده معاون فدراسیون هم است که ما نامه ای را از طریق ارگان نشراتی فدراسیون ملی جوانان سیدخیل تحت کار داریم که یعنی تمام کارهای اینو آماده است با همکاری جوانان و فدراسیون ملی جوانان سیدخیل و دیگر نهادهایی که همراه ما همکاری بوده که میتونیم که شورای اجتماعی امید جوانان پروان هم در راستا ما همکاری کرده بله. که میتونیم قوی ترین شورا فعلا صد پروان همین شوراست و فعالیت های بسیار گسترده دارد بله. که ما ان شاء الله در می آینده نزدیک شاید تا ماه اوت آخرش منامه خود به چاپ برسانیم و به دسترس ولسوالی سیدخیل خصوصا جوانان و علاقمندانی که خواستار مطالعه هستند به دسترس اونها قرار بدیم که بعد منامه که ما پلان بعدی که داریم شاید مجله را که تحت کار است فعلا همو کارهای قلمیش جنواری معلومات چنده ما آغاز کردیم اون هم به چاپ برسانیم